فوری مردی که قصد جان مولانا عبدالله را داشت آزاد شده است. همچنان مولانا عبدالله عضو کمیسیون انتخابات شکسته شدن مرکز شمارش آرا را تایید کرده است. دوستان عزیز سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیو های ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. با گزارش سلام وطندار، مردی که قصد جان مولانا عبدالله را داشت آزاد شده است. مردی که از سوی محافظان مولانا عبدالله بازداشت شده امشب آزاد شده است. این مرد در حدود 15 روز در تعقیب این کمیشنر کمیسیون انتخابات بوده و از نزد وی یک قبض اسلحه، یک دستگاه مخابره و با کارت شناسایی یک تلویزیون خصوصی به دست آمده است. مولانا عبدالله به سلام وطندار میگوید ناوقت شب گذشته از ریاست رجال برجسته با وی تماس گرفته شده و گفته شده است که این فرد عضو امنیت ملی است و آزاد می شود. مولانا محمد عبدالله به سلام وطندار میگوید ناوقت شب گذشته از ریاست رجال برجسته با وی تماس گرفته شده و گفته شده است که این فرد عضو امنیت ملی است و آزاد می شود. مولانا عبدالله میگوید کمیسیون انتخابات بیشتر به یک جبهه جنگ شبیه شده است که به گفته او با حضور دست کم 5 نهاد امنیتی در کمیسیون، اما هنوز این نهاد با خطر روبرو است و معلوم نیست در صورت وقوع رویداد کدام نهاد امنیتی مسئولیت تامین امنیت کمیسیون را بر عهده دارد. این کمیشنر کمیسیون انتخابات میگوید که در کمیسیون هیچ هماهنگی وجود ندارد. خواستیم دیدگاه مسئولان ریاست امنیت ملی و ریاست رجال برجسته حکومت را در مورد آزادی مردی که گفته می شود قصد جان مولانا عبدالله را داشته نیز داشته باشیم، اما آنها به تماس های ما پاسخ ندادند. در همین حال مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات شکسته شدن مرکز شمارش آرا را تایید می کند. با گزارش شفقنو افغانستان، مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نیروهای ویژه پلیس شب گذشته یکشنبه 28 میزان درب مرکز جمع‌آوری اطلاعات دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات را شکستانده و شماری از این نیروها وارد این مرکز شدند. او گفت چند نفر از اینها نیروهای ویژه پلیس قفل دهلیز را شکستانده اند و داخل شدند. من جزئیات بیشتر ندارم چون ما تقسیم وظایف از ارگانهای امنیتی در اینجا نداریم و 5 نهاد امنیتی اینجا کار میکند. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که ورود افراد مشکوک تحت نامهای مختلف به کمیسیون انتخابات نگرانی ها را افزایش داده است. عبدالله افزود آنچه که بنام وضعیت امنیتی در طول 7 ماه در داخل کمیسیون وجود دارد شبیه به یک جبهه جنگ است، نه یک اداره ملی مستقل دولتی. اما وزارت داخله گفته است ادعای ورود نیروهای ویژه به بانک اطلاعات کمیسیون را به بنیاد می خواند. 23 روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، اما تکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته سطح اشتراک بایومتریک رای دهندگان را نهایی کند. در این مرکز بیش از 2000 دستگاه قرنطینه شده قرار دارد، اما یک هفته میگذرد و کمیسیون مستقل انتخابات توانسته اطلاعات تنها 14 دستگاه قرنطینه شده را به ذخیره‌گاه مرکزی این نهاد انتقال دهد و اکنون هم روند انتقال اطلاعات از این دستگاه ها متوقف است. کمیسیون مستقل انتخابات اما با نشر اعلامیه گزارش های منتشر شده مبنی بر شکستاندن مهر لاک دروازه ورودی مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی را در این مرکز از سوی نیروهای ویژه امنیتی رد می کند و آن را شایعه بی اساس خوانده است. در اعلامیه این کمیسیون آمده است مرکزی که در آن ماشین های بایومتریک قرنطینه شده تحت کار تکنیکی قرار دارد، تمام روند کاری آن در حضور ناظرین و مشاهدین پیش می رود. ناظران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگویند تیم دولتساز در حمله نقش داشته است، اما داوود سلطانزو یکی از ناظرین تیم دولتساز با رد این دعا میگوید که تیم دولتساز در شکستاندن مهرلاک دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی نقش ندارد. پا
پس از اتمام کار اتاق انتقال اطلاعات بایومتریک با حضور ناظران قفل فلزی شده است و ناظران نمبر آن را یادداشت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده است که با توجه به تهدیدات بلند امنیتی یکشنبه شب گذشته نیروهای امنیتی پهره‌داریشان را در هر بخش این کمیسیون افزایش دادند و این نیروها بنابر سردی هوا خواهش کردند که به داخل دهلیز پهره‌داری کنند که صرف دروازه عمومی به این منظور با حضور شخص مسئول و مسئولان پلیس ملی باز شده است. در اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است اتاق مرکزی که در آن ماشین های بایومتریک قرنطینه شده تحت کار تکنیکی قرار دارد، تمام روند کاری آن با حضور ناظران و مشاهدان پیش می رود و در ختم هر شفت کاری دروازه آن با حضور ناظران و مشاهدان قفل فلزی می گردد. نمبر قفل دروازه این اتاق در نزد ناظران تیم های مختلف انتخاباتی موجود است و با حضور آنان باز و بسته می شود. کمیسیون مستقل انتخابات توضیح داده است که برای تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حساب کاربری خاص داده شده که هر گونه تغییرات در سرور مرکزی، جمع‌بندی و بررسی معلومات دیجیتالی برای آنان قابل مشاهده است. این کمیسیون همچنان گفته است پس از دریافت گزارش هایی که سبب سوء تفاهم برای تیم ثبات و همگرایی شده، ناظران ارشد این ستاد در همان آغاز یکشنبه شب به کمیسیون مستقل انتخابات رسیدند و 3 نفر آنها از جمله رئیس ستاد ثبات و همگرایی همراه مسئولان و نیروهای امنیتی قفل اتاق انتقال اطلاعات و ماشین های بایومتریک را مشاهده و شماره های آن را در حضور ناظران مقایسه کردند که هیچ گونه تفاوتی نداشته است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی توضیحات مسئولان امنیتی را قناعت بخش ندانسته است. این دسته انتخاباتی خواهان بررسی و تحقیق درباره آنچه حمله نظامی بر مرکز دیجیتالی میخواند شده است. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله همچنان خواستار تعلیق وظایف حبیب رحمان ننگ رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مشاور امنیتی این کمیسیون و خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله شده است. از نظر ثبات و همگرایی حمله به مرکز دیجیتالی توسط این افراد سازماندهی شده است. ثبات و همگرایی هشدار داده است که در صورت تحقیق نشدن درباره این موضوع نظارتش را از روند شمارش آرا متوقف میکند. این در حالی است که به گزارش روزنامه 8 صبح کمیسیون مستقل انتخابات گفته است حمله به مرکز انتقال اطلاعات بایومتریک شایع بی‌بنیاد است. کمیسیون مستقل انتخابات در اعلامیه تازه به ادعای تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در مورد ادعای حمله نیروهای ویژه پلیس به مرکز دیجیتالی این کمیسیون واکنش نشان داد. این کمیسیون گفته است که شایعات نشر شده و اظهارات یکی از ستادهای انتخاباتی در مورد اینکه گویا قفل دروازه ورودی اتاق اطلاعات ماشین‌های بایومتریک به سرور مرکزی شب هنگام شکستانده شده است، شایع بی‌بنیاد است. این کمیسیون از ستاد انتخاباتی خواسته است که با اظهارات و اتهاماتشان اذهان مردم را مغشوش نسازند و با زحمات کمیسیون مستقل انتخابات بدیده قدر ببینند. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرده است که قطعات ویژه پلیس به هماهنگی با یکی از تیم‌های خاص و برخی از اعضای دانشجوی کمیسیون مستقل انتخابات یکشنبه شب گذشته به مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات حمله کردند و قفل‌های این مرکز را شکستاندند. این دسته انتخاباتی خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله حبیب رحمان ننگ رئیس دانشجوی کمیسیون مستقل انتخابات و مشاور امنیتی این کمیسیون را متهم میکنند که در این حمله دست داشتند. وزارت امور داخله اما ادعای حمله توسط قطعات ویژه پلیس به مرکز دیجیتالی را رد کرده است. تیم انتخاباتی دولت ساز نیز ادعای طرح شده از سوی تیم ثبات و همگرایی را شایع میخواند. کمیسیون مستقل انتخابات اما شام روز دوشنبه 29 میزان گفت دروازه های عمومی دفترهای کاری توسط افراد موظف همه روزه توسط سیل قفل و با آغاز روز کاری دوباره گشوده می شود. دوستان عزیز، سپاس از این که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای جزئیات بیشتر و ویدیوهای بیشتر با ما همراه باشید.
اگر می خواهید از لحظه به لحظه رویدادهای انتخاباتی آگاه شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید.